خب خسته نباشید نگیمای حسینی. 7 پیروزی دلامردان کشورمون در مسابقات جام جهانی تهران در دیدار با فنلاند کسب کردند. با کاشتگیر میان به وسط توشک کاشتگیر کشورمون بهنام مهدی زاده، مردی که در مسابقات قهرمانی آسیا در آستانه قزاقستان موفق شد مدال طلا بگیره در مقابل مینگاس میسگایتیس. میسگایتیس با دوبنده آبی و کاشتگیر کشورمون با دوبنده قرمز مشاهده میفرمایید. امروز امشب هم ساعت 10 شب آقای لالوویچ نماینده فیلا، رئیس فیلا، مهمان برنامه روح پهلوانی است که از شبکه ورزش ساعت 10 شب پخش خواهد شد. برنامه روح پهلوانی. خب میپردازیم به این مبارزه. 7 پیروزی دلاورمردان کشورمون: حمید سوریان، امید نوروزی، برومند اصلان، فرشاد علیزاده، حبیب الله اخلاقی، داوود اخباری، مهدی علیاری کسب کردن و این هشتمین مبارزه است دیدار با فنلاند. ما آذربایجانی ها رو امروز صبح 8-0 شکست دادیم. تیم کره رو موفق شدیم با نتیجه 7-1 مغلوب کنیم و حالا در دیدار با سوم با فنلاند هم 7 پیروزی کسب کردیم. کشتی آخر هست. بعد هم ساعت 10 صبح کشتی خواهند گرفت دلاورمردانمون با کشتیران ارمنستان و فردا شب حدود ساعت 5 بعد از ظهر با روس ها برای قهرمانی مبارزه خواهیم کرد. بهنام طیبی، بهنام مهدی زاده، دلاوری از اسلام شهر تهران در مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی بسیار خوبی گرفت. در یک سال گذشته بسیار خوب مبارزه کرده و نشون داده که توانمندی های بالایی داره. حالا آقای ناصر اون رو بخش به بشیر بابا جان زاده، کشتی کشورمون استراحت داده تا با این کشتگی یعنی بهنام مهدی زاده ببینیم که چه خواهد کرد. کشتگیری که یه جوره میشه گفت نفر دومه بشیر بابا جان زاده هست تا این لحظه، البته حالا آینده دیگه مشخص باید خواهد شد که چه کشتگیری میتونه پیران تیم ملی رو به تنگ کنه. همه با در انتخاب تیم ملی روزهای 21 و 22 خرداد ماه کشتی بگیرن. تقاضا اخطار میشه برای دوبنده آبی به میس گایتیس از فنلاند. 7 پیروزی دلاورمردان کشورمون کسب کردن. ببینیم که از این فرصت طلایی مهدی زاده میتونه استفاده کنه یا نه. میره برای جعفر برانداز، برای جعفر برانداز سمت چپ براز در صد 123 کیلو وان سخت و دشوار هست. بهنام مهدی زاده از سمت راست فشار زیاده اینجا موفق میشه برانداز رو به اجرا بذاره. یه برانداز برانداز دوم رو هم اجرا میکنه. دوتا 4 امتیاز، 4-0 بهنام مهدی زاده دلاور از خطه اسلام شهر تهران موفق میشه در از حریف فنلاندی خودش کسب کنه. باور کنید اجرای فن برانداز برای یک کشتیگیر 130 کیلو سخت و دشوار هست. یه آدمه که 100 کیلو رو بخوای برانداز کنی کار سخت هست. بهنام مهدی زاده بی جهت نبوده که در مسابقات قهرمانی آسیا در آستانه قزاقستان موفق شده مدال طلا بگیره. همچنان در سرشاخ کار دنبال میکنم، میزنه زیر کتفان حریف خودش و سعی میکنه که میدونداری کنه. به خوبی 4 امتیاز کسب کرده بهنام مهدی زاده. همچنان در سرشاخ رو دستان هم دیگه کار میکنن دو کشتیگی. یک بار دیگه در سرشاخ سرده سرزی مقاله خودشو به اجرا بذاره بهنام مهدی زاده، قهرمان آسیا در مسابقات قزاقستان. همچنان دو کشتیگیر کار میکنه. میزگایتیز هم در تلاش هست که بتونه 4 امتیاز عقب افتاده خودشو جبران کنه. ما بهنام مهدی زاده دلاور کشورمون اجازه کار به او رو نمیده. 3 پیروزی در مقابل تیمای آذربایجان، ارمنستان و تیم فنلاند کسب کردیم و پیش بینی میشه انشالله پیروزی 4 در مقابل ارمنستانی ها کسب کنیم و به فینال راه پیدا کنیم. اما دیدار فینال باور کنید سخت است و فردا صبح هم جالبه که روسا استراحت دارن. این هم دیگه قرعه هست. مربیان فنلاند رو مشاهده میفرمایید، مربیان فنلاند که و این هم حرکت آیسه دو برانداز جذاب و دیدنی و هنرمندانه بهنام مهدی زاده. بهنام مهدی زاده باراند دوم ببینیم به چه شکل
مثل سبک و از برانداز میکنه این دلاور. و داوراست به مربیان رو میگه تذکر میگه سریعتر کشتیگی رو روانه میدان کنن. به نام مهدی داده رو روانه میدان میکنه آقای شیرزاد و آقای ناصر نوربخش. در سرشاخ کار دنبال میشه، روی دستان هم دیگه کار میکنن. دو کشتیگی به نام مهدی داده 4-0 از حریف فنلاندی خودش میزگایتیس پیش هست. یک بار دیگه دستان مهدی زاده به خوبی تو سرگردن حریف خودش کار میکنه. دلاور اسلام شهر کشورمون در سرشاخ همچنان سعی میکنه تلاش خودشو بیشتر و بیشتر میکنه و باز هم یک بار دیگه قوس میکنه حریف خودشو. بعد از اتمام این کشتی با بینندگان و دوستانان کشتی و بینندگان برنامه همگام با ورزش خداحافظی خواهیم کرد. فردا وعده ما ساعت 10 صبح، زمینی که خدمتون رو عرض کردم 10 شب هم آقای لالویج مهمان برنامه روح پهلوانش. اینجا یک لحظه با پیش کمر تا دو لحظه به هم میزنه و موفق میشه رو خاک کنه. 2 امتیاز دیگه میگیره از حریف خودش و کشتی رو حالا 6-0 میکنه. یه بار انداز کار تمام خواهد کرد. اما دیگه واقعا برای سنگین وزن اجرای فن بارانداز هم سخت و دشوار هست. بهنام مهدی زاده دلاور کشورمون میان به وسط تشک. اون در اصلا پیروزی های دلاور مردان کشورمون امروز صبح در مقابل آذربایجان 8-0 و در مقابل کره 7-1 و در مقابل فنلاند هم تا این لحظه 8-0 رو در دفترچه خاطرات ورزشی خودتون ثبت کنید. و همچنان دلاور مردان کشورمون نشون دادن که هیچگاه بیشه کشتی ایران خالی از شیر نیست و همواره دلاور مردان کشتی ما در میادین بزرگ جهانی، جام جهانی، آسیایی و المپیک بزرگی کردن و نام ایران رو با بزرگی خودشون و کشتی های خودشون بزرگ جلوه دادن. همچنان در سرشاخ کار دنبال میشه. بهنام مهدی زاده همچنان در سرشاخ کار دنبال میکنه. یک بار دیگه به دنبال کاکن دست ها. 2 امتیاز، یه خاک دیگه بگیره تمام هست. یه خاک دیگه میتونه کارو تمام کنه. من همچنان در سرشاخ کار دنبال میشه. کار مثبتی انجام نمیده کشتیگیر فنلان، یعنی تیغش نمیبره اصطلاحا هم به کشتیگیر ما میز گایتیس. و هر چه رفته به صخره پرقدرت همچون مهدی زاده برخورد کرده و نتونسته نتیجه ای بگیره. همچنان در سرشاخ کار دنبال میشه، روی دستان هم دیگه کار میکنن. دا کشتیگیر و 30 ثانیه دیگه باقی مونده تا گلبانگ پیروزی به صدا در بیاد. همچنان در سرشاخ کار دنبال میکنن دا کشتیگیر و بهنام طیبی، بهنام مهدی زاده. پوزش میخوایم بهنام مهدی زاده میدونداری میکنه. همچنان در سرشاخ کار دنبال میشه. حالا شمارش معکوس رو میشمارن و تا تماشاگران فهیم و کاشی دوستمون وقت به اتمام میرسه. خسته نباشی دلاور، خدا قوت پهلوان. تبریک میگیم 8 پیروزی در مقابل فنلاند و به هموطنان عزیزمون، به اسلام شهری های گرامی. و فرصتی نداریم به اتفاق همکارانم از شما عزیزان خداحافظی میکنم. فرصت در اختیار دوست همکارانم آقای زندیفر و آقای اتصامی قرار میدم و از آقای حسینم تقاضا میکنم با شما عزیزان خداحافظی تا فردا صبح 10 صبح داشته باشیم.